دلوی او مهربان خدای پنامه. لکرنی مخکی فکر وکره. لیکوال روز لارسین جباره ده درخت دانش کتابتون جبارون که محب و رحمان محب. مجیب یو خکلی بند لری. دیر بیلا بیل گلان پده بند کرا تو کدل. هر زلبه چه گلان او بند تکتل ته خوشحال احساس بای کولو. یو کال باران و نوری دلو. ده تو دوخی که گلان و چول او وسوزی دل. مجیب یو ملگره دلو چه نبی ورتویل. هغی ولید او پختنه ایتری وکره. زما ملگریه. ده سکال وچ کالی زما ده بند طول گلان وچ کر. تاسو داس گلان پیجنه چه وچ شوی نوی او سوزی دلی نوی؟ نبی وویل. کاغذی او پلاستیکی گلان نو چیگی او نسوزی. که باران ووریگی کاغذی گلان با ویجار شی خو پلاستیکی گلان با نشی. مجیب بیرتا کور تاولار او طول گلان یه لرشی ویستل. اغا پلاستیکی گلان واخیستل او خپل بند که وکرل. مجیب یوش پا بالکن ولار او خپل بند تای کتل چه ده باد نسیم پری ولگید. ده گلانو ده خو بوی پرزای بد بوی احساس کرد. اغا بلاورز ده نبی کور تاولار. زما ملگریه، برن خکل شوی خود گلان خوب بوی پکی نشته. دیر بد بوی پکیشته، زسه باید وکرم، نبی مشوره ورکره. پر گلانو عطر وشینده، مجیب پر پلاستیکی گلانو عطر شیندی. خواغ بد بوی بیا احساس کرل، بیا زلی نبی تورغی. زما ملگریه، زما بند اوز هم بد بوی ورکوی، نبی وویل، مجیبه، دا باد ده چه بد بوی هر خوا تا لگدوی. بخپل بند که یو پکا کگده نو بیا به یوازه ده گلان و بوی بویوی. مجیب به بند که پکیگدی چه عطر روشیندی. اوز حقا بخپل بند که ده عطر بوی حس کولیشی. خو حقا په مرغی و مچه و او بوراگان و پسی خپشوی چه هر اورز به یه بند ترات للی. نبی حقا تا مشوره ور کرد چه مرغی و مچه و او بوراگان و نانزکی و پیری. بوده نانزکی واخی سلی او پو بند که پر حقی لو بی پای کرد. دیر جری گاوانده او ملگری هم ور سر شریک سول. خود دیر جر پیخی وشوی. نانزکی بله او بل سر تکر وکری او پرمزک باول ویگی. او خلق غصه شول. اگو طول او راز دعوی اوش خری وکری. مجیب نبی تا داس شکایت بکر. نانزکی یو بلا ده. سر تکر شوی اول ویده نو خلکو لیو بل سر جگری او دعوی اوش خرو بانده پیل وکر. نبی وویل. او گرانه جگره دیر بد کرده. که خلق جگره وکری نو موگ باید ورتو ویو چوی نکری. خو که آرام نشی نو موگ باید جزا ورکرو. مجیب بخصه وویل. تد دیگر وردی مسئولیه. ما خپل بند وی جار کر. دیر پیسه می ولگاوله. او هر سمه مصنوعی جور کرل. گلان، بوی، چاپریال، بوراگان، مچه او هر سه. تد جزا وریه. نبی دوی کوی. ملگریه. موگ باید نورو خلکو تا غوک کیگدو او مشوره ورکرو. خو باید هغه محال عکس العمل وخیو چې موږ خپله سم فکر پرې کړی وي. که څوک درته ووایي چې یو کارغه ستا غوږونه خلا کړي نو ته به کارغه وهې او که لومړی ښه فکر کوې. د نبی خبرو مجیب خپلې تیروتنې ته متوجه کړ. هغه داسې فکر وکړ، دا خو طبیعي خبره ده چې کله موسم بدل شي ګلان له منځه ځي او وچیږي. زه باید د طبیعت د قوانینو خلاف نه وای تلای. نجیب خپل ملګری ته ګوري چې په چرت کې دی. له هغه څخه یې وپوښتل، ملګریه نورې مشورې ته هم اړتیا لرې؟ مجیب وخندل، نه نه اوس پوهیږم چې څه وکړم. بله ورځ مجیب ټول مصنوعي ګلان لرې کړل او له ریشې یې وایستل. بیرته یې خپل کور ته یوړل. د یوې بیل وهلو سره یې خپل بند کې ریښتینې ګلان وکرل. هغه په صبر هر ګل په پاملرنې سره اوبه کړ او معلوم کړ. یو څو اونۍ وروسته د هغه بند یو ځل بیا ریښتینې ګلانو سره شین شو.
مرغی، مچی او بوراگان لیدو تراغلی. مجیب دیر خوشحاله و چخپل بانی بیازل خیراز لیده او لطبیعت سخیه ده دی توفی لپاره دیر منندوی و. نبی ده یو وقت لپاره خپل ملگری نو لیدلی. نو لیدو تای ورغی، مجیب حقه تا خپل بند و خود. هغه و خندل او خپل ملگری ده خبوی او خکل و گلان و ترمینز پا غیق که ونی و. پای موږ د درخت دانش په کتابتون کې ډېرې ښکلې کتابونه او کیسې لرو. تاسې کولای شئ چې له www.ddl.af څخه لیدنه وکړئ او داسې کیسې هلته ولولئ، واورئ او دانلود کړئ.